برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران با ما همراه هستند. آقای فراغت سلام، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که چرا آزادی بیان در بسیاری از کشورهای جهان نقض میشه و دلیل استفاده از ابزار سرکوب توسط حکومت‌های تمامیت‌خواه چیست؟ درود و ادب و احترام. من پاسخ شما چون میتونه کوتاه باشه، بیشتر جوامع کمونیستی و شبه مارکسیستی و ایدئولوژیک از آزادی بیان به صورت کامل برخوردار نیستن و دلیل اون هم ترسی است که حاکمان دارن از دست دادن قدرت، چون جوامعی که حکومت‌هایی که تمامیت‌خواه هستن به دنبال حفظ بیشه قدرت خودشون هستن و نگران هستن از آگاهی، چرا که آگاهی دانایی و توانایی میاره، جوامع در آزادی به آگاهی میرسن، هر جامعه‌ای هم که آگاه باشه به فهم بیشتر میرسه و فهم بیشتر هم سهم بیشتر تولید میکنه. آزادی بیان کمک میکنه که جامعه بشری، مردم از حکمرانانشون سوال کنن که چرا ما فقیریم، چرا جوان‌ها نمیتونن ازدواج کنن، چرا بیکاری زیاد هست، و چون پاسخی ندارن با سرکوب و زندان روبرو میشن دگر اندیشان، کسانی که متفاوت میاندیشن و از آزادی بیانشون استفاده میکنن. من احساس میکنم که در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاملا باید آزادی بیان وجود داشته باشه، اما آزادی بیان یک سری محدودیت‌هایی داره، اون هم در زمینه مذهب هست، چرا که ما همگی ما باید یاد بگیریم به عقاید دیگران احترام بگذاریم و در این مقوله باید یک مقدار محدودیت‌های آزادی بیان پذیرفته بشه. در غیر این صورت همه ما باید صحبت کنیم، شک و تردید کنیم به آنچه که حکمرانان برای ما تصمیم می‌گیرن و اونها هم باید پاسخگو باشن. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.